من هر کاری که از دستم برمی اومد کردم، تمام سعیم رو کردم که این کارخونه بسته نشه، ولی نشد. به هر نهاد و ارگانی که میشناسین سر زدم، به هر کس و ناکسی که میشناختم التماس کردم، ولی نشد. همه جا پر شد از جنسای ارزون و بنجل چین و ماچین. مثل که عرق کارگرای چینی از خون ما رنگین تره. به هر حال من مجبورم کارخونه رو ببندم، چون بیشتر از این نمیتونم تاوان و ضرر زیان این کارخونه رو بدم. شما حق دارین از من شکایت بکنید، من نه گلایه میکنم نه دم برمیدم، چون شما هم به خاطر حقوق عقب افتادتون دم نزدید. امیدوارم بتونم توی موقعیتی این کارخونه رو بفروشم، بدهی های معوقهی که به شما دارم بپردازم و از خجالتتون بیام بیرون. شرمندتون. الو سلام اسکندر، چطوری منصور؟ خب میام تهران. بس کن، من دو ساعت پشت در وایسادم، همش میگی پندقه دیگه اونجا، پندقه دیگه اونجا. زود باش دیگه. الو الو، ببخشید خانم. بله شما واسه این ساختمونی؟ نه خیر.
یه بارا دیگه بابا. یا بابا 5 دقیقه دیگه میرسم، 5 دقیقه وایسا دیگه. خداحافظ. چته؟ به میام دارم میام دارم میام دیگه. حالا کجا داری میری؟ نمیگی خواهرامو کشتم گوشه خیابون چهار تا عوضی بهش گیر بدم؟ 10 بار بهت گفتم کلید آپارتمانو بگی نگرفتی، چیکارت کنم؟ تو که میدونی من از این مرتی که جان خوشم نمیاد. کلید آپارتمانم که دست 100 نفره به درد من نمیخوره. چیزی واسه بابا آوردی؟ آره یه چند تا از این قرصای ترک آوردم. فعلا کارشو راه میندازه. همین. چهار تا دونه قرص. نکنه انتظار داشتی واسه خماری آقا جون چرا قرمز رد کنه خط ویژه بیام برا ها؟ نیست خیلی هم قانون سرت میشه. نازنین واسه خماریش با من کلکل نکن ها. من خودم هزار تا بدبختی دارم. الان چه شدت رفته؟ خیلی خوب حالا صداش به پایان وقت این حرفا نیستش که. پس کی وقت این حرفاست؟ من از پس نرشگیش بر نمیام. آقا 10 بار جوری این جهان الدنگ دلاراشون واسه یه تخت تو واساشگاه کریزک. برادر من این حرفو دردی از من تو دعوا نمیکنه. میگم آقا جون حالش بده. اگه نمیتونی واسش کاری بکنی خیلی خوب نکن. من بگو من خودم میرم قاطی چهار تا قاچاق فروش براش میخرم. ولی بفهم که بابای تو هم هست. پدری که زندگی من سیاه کرده واسش تنم خورده میکنم. یه نگاه به خودت بنداز. یه نگاه به من بنداز. یه نگاه به اون مادر بیچاره بنداز که بچه‌شو ول کرد رفت. بابا آقا جون باید بره واسشگاه. بدبخت آهش میگیرتت. اگه آه داشت که شیشه عینکشو پاک میکرد. من میگم بابا مریضه. به من تو احتیاج داره. حالش بده. نادر به مرگ مامان، به جون مامان اگه اتفاقی براش بیفته هیچ وقت نمیبخشمت. اینو بفهم هیچ وقت نمیبخشمت. اون به هیچ کس احتیاج نداره. نازنین نازنین سلام داداش خسته نباشی. علیکم سلام. ببخشید شما تو این ساختمون واحدش اسکندر میشناسی؟ شما؟ من همشهریشم. با هم قرار داشتیم مثل که خونه نیست. آره خونه نیستش. شرمنده داداش نمیدونی کی میاد؟ من چه میدونم آقا. من تو باش قرار نشتی. خب وایسا میاد دیگه. بالا بالا میگم همون نهار خوردی؟ نهار؟ نه بپر سر کوچه سه تا دونر کباب بگیر. چی؟ بابا کباب ترکی دیگه. آه باشه. ببین اسکندر اومد؟ نه تو راهه میرسه الان. ببین نوشابه یاد نره. سه تا هم نوشابه بگیر. سیاه باشا خودو گوش نمونه. چرا نمیخوری؟ از در میفته؟ میخورم اسکندر بیاد میخوری. حالا نهایتا میپری سر کوچه یکی میگیری دیگه واسش. اون سرش خیلی شلوغه. حالا نگفتی باش چیکار داری؟ من یه هفته پیش تلفنی باش حرف زدم. گفت پاشو بیا ترام هم کار کنی. میگه منم جمع کردم اومد. اون که رئیسه. تو باش چی پاشتونه ترام؟ والا نادر آقا ما وضعمون اینجوری نبود. سابق برای من توی کارخونه چرم کار میکردم. چرمای درجه یک. خیلی خوب صادراتی. این جنسای آشغال چینی ریختن تو بازار گند زده شد به همه چی. ما سه ماه بدون حقوق کار کردیم ولی خب صاحب کارخونه زورش نرسید خلاصمون کرد. چرا ازش شکایت نکردی؟ شکایت کرد آخه خوبیت نداشت. ما باش نون و نمک خورده بودیم. چاقو که دست خودش نمیاد. ایوه بچه کجایی؟ همین اطراف ساقه. باریکلا خوب جای اومدی. حالا دنبال چجور کاری هستی؟ هر کاری فرقی نمیکنه. اینجورم که پیداست خدا رو شکر خدا رو صد هزار مرتبه شکر که اسکندر اینجا کاروبارش گرفته. دست و بالش بازه. کار داره، خونه داره، ماشین داره، همه چی داره. خوب جای اومدیم. حالا کارش چی هست؟ کارش چی دیگه؟ سن یکی از کارا چونه امرو که برسه فردا تو یه جمعتی جمع میکنیم برای بیسهرام. یه صد بهتون میده کف صابون درست میکنیم میپاچین رو قبرا. صاحب از اون که اومد فاتحه بخونه پاش لیز میخوره میره رو هوا میخوره زمین تلنگش در میره. میخند؟
هر چقدر بیشتر دلنگش در بره روح مردم شاد میشه. بیشتر به دنام بره. چی شده؟ باشه آقا جان. باشه برو آقا جان. اومد تمام کیه؟ برو دیگه. این پول اسکندر پولاش توشه. بیاره نزول خونه پولاش آبولی کنه. بشه بجان برو دیگه. سلام آقا جان. داداش منصور شما برو باشگاه، من میاله میبینم دیگه. سلام برسون بچه ها. یاد برو باشگاه اینه. آقا پوله خودش ها. آقا شهرنده تازه رسیدم، فرصت نشد که جمع جورش بکنم. آقا سر از کار اسکندر در نیاوردی بالاخره چی کار است؟ کدوم گوری قایمش کردی؟ آقا دو سه روز ازش خبری نیست، هرچی هم موبایلشو میگیرم خاموشه. همه پاتوقارم سر زدم پیداش نکردم. نه من که من حارت کردم، منو به چهار تا انچوچک پشت کوی میفروشی آشغال. آقا خالی بستن، من که با شما اون الان رفیقشم فرستادین وسایلشو جمع کنن. پرینتشو دارم. من رو جمع کن، مهمون دارم. چه شد یاوی؟ یارو کی بود آدرگا؟ میگم بس یه لیوان آب بیار، قلبم ناراحت. الو نازنین. الو نادر، چرا جواب نمیدی؟ چیزی شده؟ نه یه خورده حالم خوب نبود، دراز کشیدم. ببین نادر، بابا اصلا حالش خوب نیست. تو نگران نباش، اداشه. یعنی چی نادر؟ چرا حالیت نیست؟ میگم حالش بده، نمیتونه تحمل کنه. داره درد میکشه، داره درد نمیره. اگه درستونی بدتر میشه ها، بابا داره زجر میکشه. به جهنم. مگه من اسکناس شاپ میکنم؟ ببین نادر، چرا از اون قرصه ترک بهش نمیدی؟ بعد بخون قرصه گیدی منو چه آشغالی که بهش رعشه داده. از وقتی که خوده هی داره حالش بدتر و بدتر میشه. ببین نازنین، به مرگ مامان، به مرگ خوده که اتفاقی برای بابا بیفته من خودمو میکشم. به خدا خودمو میکشم. الو الو شما دست نگه. بیا یه چایی بخور. چطوری؟ بهتری؟ بد نیستیم. اسم تو رو باید گذاشت فرشته. حالا بینم مندس، تو جاما داری واسه موندن؟ جا که عموم تهران هست، منطقه پیش اون نمیخوام برم. این فعلا جا نداریم. نه دیگه، مزاحممون نمیخوام بشن. یعنی نباشه، اینجا خونه خودته. فقط اجارهش خود واسه من سنگینه. ببینم پولمون که خودت آوردی ها؟ آره همراهمه. الان لازم داری؟ الان که نه جونم اتار... بابا الان نه، میگم مثلا ما یه تومن اجاره که واسه سنگین نیست. 1,000,000 اجاره؟ آره دیگه. مگه اجاره اینجا چقدره؟ ما 1.5. تو اسکندر یه تومنشو بدین، باقیشو من میدم. حالا اسکندر برگشت پول تو بهت میده دیگه. خب اگه کار باشه بکنم بشه داد یه تومنو. یعنی تو گیر کاری؟ بجوم دیگه، بجوم بریم کار داریم.
دولبی. سلام، حال شما خوبه؟ سلامت باشید. اینا کارهای جدیدمونه. این دفعه مصرف کنین حداقل 20 کیلو میان پایین. دست شما درد نکنه. میگم بزنم به تخته، از سرقب کلی هم وزن کم کردین ها. راست میگی؟ خیلی ممنون. آقامونم گفت خیلی لاغر شدم. حالا این کارهای جدید بخورین، بوزنم جلی جلی هم میزنین. خدا دهنتون بشنوه. چقدر تقدیم میکنم؟ قابل نداره، مهمون ما باشی. هم 150 تومن. اینا سفر دبی هم داره، هتل 5 ستاره. خیلی بهم رویه دادین. آیش میکنم. این که زیاده که. باقیش مال خودتون. دست شما درد نکنه. خداحافظ خانم فیلو. خداحافظ شما. دیدی چقدر خرج کرد؟ بازه کلفت خونه است. ببین خودشون چقدر خرج میکنه. بریم بریم زاد کار داریم. اینجا کجاست؟ اون هست دیگه. این همه خونه های دیگه. بازم از این قرص کرمی ها؟ نه دیگه دایی، بازش فرق میکنه. صدا رو گوش کن، اشغاله. چه جواب نمیدی؟ چیزی نیست، عمومه شنیده اومدم تهران، میخواد من ببره سر ساختمون کمکش. میخوای بیه بعد دستم بود عملگی؟ عملی که نیست، ولی خب معمارم نیست. بعدش هم اگه میخواستم از این کارا بکنم که همونجا مونده بودم. اصلا باید مهندس چی؟ حواست به اینا باشه. نادر آقا کمک نمیخوای؟ نه بابا، حواست به کیف و موتور باشه. صدا رو میشنوی؟ حال میکنن هم. بله. سلام علیکم. سلام نادر، خوبی؟ کجایی بابا؟ بیه تو. خفش رو دارم جدی با حرف میزنم. تو نازنین آپگرید هم نکرده. 25 گرم از اون شکلات برده بریم مشتمه البرز. خب بابا شوهرش بده بره دیگه. کیو؟ آقامو؟ تو چه بلدی؟ خب بابات هم شوهر بده. دهنه تو. آقو ببینم. الو. جنس گرون شده. 150 برات آب میخوره. بگیرم واسه. نه الان میگم بعد فردا مسئله پیش نیاد دیگه. سلام. داداش متادون 5 داری؟ خوشی؟ چرا دوزو میاری پایین؟ 5؟ آره. برای خانم میخوای؟ من برای خودم میخوام بابا. 5 برای شما کم ها؟ برقی 10 تومن. نه بابا تو نیستم با مشتری هم. راستی نمیگم زعفرونی ها؟ زعفرونیه؟ نه آقا جون با شما نیستم، با تلفنم. بدم برقی 10 بدم یا نه؟ این که از خودشم گرونتر آخه. مرد حسابی تازه عرض اومده پایین این قیمت بهت گفته. آقا اصلا یه کاری کن، شما ترک نمیصرفه برات، همون بکشی بهتره. جوونی ماشاءالله میتونی ها؟ بده دیگه، حالا بده، چاره ای نداری. بیا داشت، بیا برده. نه تا که مانوف بود. بیا اون مشکیه است، کاری نمی کن. بیا برو، بیا این را بنده. برو 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 اونجا بده اینا صندوق اون بره. دمتم گرم. فقط میگم این یارو خواننده تازه از کما اومده بیرون، چون خیلی وقت نامه پرونی کسی نمیکنه. اس ام اس اومده، ایمیل، اسکایپ، اوو. چی میگی بابا؟ هیچی. میگم نکنه تو هم منتظر نامه شیطون. آره برو بابا، شما دقیقا دیالوگ کن بابا. کمم دادی میگم آقای شناختی مرا. بیا دوری کنیم. اه به 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 فکر فامیلای اسکندر مقدونی. آقا تخت جمشیدتی، ما را آتیش بزن. شما؟ کوچیک شما؟ سامی هم، سامی الجابر نه، دکتر سامی. آقا رفیق نادر، رفیق فکر فامیلت اسکندر مقدونی؟ اه چطوری؟ نوکرت هم. آقا اینجور فقط تکون بدی برم رو بیبره دیگه را سایلن نمیشم. چطه دماغ روش هستی اینجا حالات خوب نی؟ طوری نیم، حالا آبا حواس. آره دیگه، پنه پمال خوشی و تکون زیاده. بزن ولی الان ردیفت میکنم، دعوات پیش منه. دکتر سامی که میگم بی خود نمیگن که. بیا بیا دمائی بزن. بیا برو برو برو.
چیه اونجا نگاه میکنی؟ رادیواکتیو بد ندم که قرصه. قرص بخور باقا توافقی نشدی. بارکلا بابایی بارکلا. تازه الان واکسینه شده دیگه، با این تفاوت که دو ساعت دیگه همه چیز سبادی میبینی با دوز رنگی بالا. ها؟ بیام سیگار داری؟ نه من سیگار نمیکشم. خب من زیاد وقتتون نگیرم، فقط نادر گفت بیام اینجا علال حساب یه 200 تومن ازتون بگیرم، بعد یه بسته داروی مال باباشه اونو میدم به شما، شما شب برید حساباتون رو روشن کنید، سنگاتون رو باو بکنید. 200 تومن قابل شماره نداره. ولی... نگفتم خیلی هم آقایی. ولی نادر آقا چیزی به من نگفته. خیلی هم نگفت؟ نه. بیا نادر، نادر من میسم، شوخی میکنم با صحبت کن. الو الو منصور، منصور صدا منو میشنوی؟ یه 200 تومن از اون اجاره خونه بود که بهت گفتم بده به همین رفیقم. باشه باشه بابا، اینجوریشو نگاه نکن آدم حسابی ها، من نمیخوای مهندس شی، از اسکندر خریش بیشتر میره. واقعا من یه پنج دقیقه دیگه پایینم. باشه به نظر چرخیاب داره. پس شما میگید ترامادول بهتر از متادونه؟ نه نه شما عرض من نگرفتی، خودم سلیقه‌ایه. ببین یکی شلیل دوست داره، یکی زردالو، یکی شفتالو، یکی ببینی ستاش هم بهش میسازه، سلیقه‌ایه دیگه. شما ببین اصلا یه کاری کن، خودی سیگار نداری؟ نه شرمندتم. اینم هم آمدنی نبود آبا شیر. آره گرفتم به هر حال، دست درد نکن. آقا شما یه کاری کن، این کارت ما چیه تو کیفه ده؟ اینجا چیکار میکنه؟ من هیچ چیزی ندارم تو کیفه، چیزی نیست. موتور مال کیه؟ مال دوستم. دوستت بیار اونو بده من یه لحظه. شرمنده خیلی هم آقایی، من این شماره هم عوض شده، جدید رو بده. موتور مال من نیست، مال دوستم. اما کارتش پیش توه؟ کارت موتور نه. کارت شناسایی داری تو؟ بله. حالا همراه نیست، توی خونه است. باردشی زنی بزنی حتما. مخلصی بده. بابا این رفیق مقدونی رو که مامورا گرفتن. چی داری میگی؟ هیچی، میگم مامورا رفیق خوشگل تو گرفتن. بودو بیا باید یه کاری بکنیم. اوه منو داره نشون میده. کجایی تو په؟ من چابهارم. مرد هستم تو کوچه بغلی میوه فروشه دیگه. بودو بیا فسفس کن یه کاری باید بکنیم. بچرخ بیا. آها دیدم دیدم. خوشی په. بالا بالا رو گوشه بود. معلوم نیست چه گوی خوردی گیر دادمش. زر نزنه خوبه. یه جوری اونو دست به سر کن تا من بیام پایین. سامی جون مادرت این موتور از دست نره، بیچاره میشی. آقا بیا پایین ببینیم چیکار میتونیم بکنیم دیگه. فرزان سامان ساقی. آقا سامان جناب صاحب من برو بگیریم ایدم به قرآن. وایس اینجا جناب صاحب، صاحب کن برو سراغ سامان، برو سراغ آقا سامان. وایس اینجا باش، برو اونو بگیر. آقا شما یه دقیقه به من گوش بده. آقا با شما برو بگیر ایدم. آقا بگیر آقا تک بگیر تنه تمام دادم نه رسده شما من نمیشم دمیت کن. یه دو قرآن نزم به خدا من کاری نکرده. بابا برای من نیست اینا به شما. کجایی برزانه آقا؟ کجا بریم؟ مگه نمیدی دست من زده به؟ کیف کو؟ من چه میدونم مامورا بردن؟ باک بستر بی ورزت کنی رفتی کلانتری، نه دیدی، نه شنیدی، نه میدونی. باشه مهندس، خدا بریم. باشه مهندس، نامم کارگری کارخونه چه عیبی داشت که افتادی به قاچاق فروشی؟ پس چرا حرف نمیزنی بی غیرت؟ من چه حرفی باید بزنم که تو الان نزدم؟ من از کلانتری تا اینجا یه بند دارم میگم که این جنسا مال من نبوده. هیچ کس باور نمیکنه.
آقا من هم اسمشونو بلدم، هم جاشونو بلدم. جا بذاری من معرفیشون میکنم. از کی حرف میزنی؟ از اون رفیق اسکندر که به جرم خرید و فروش مواد مخدر الان تو زندونه؟ همتون تا پاتون به تهران میرسه میخوان یه شبه پولدار بشین. یه نگاه به عمود بنداز، مثل خیلی از آدمای دیگه داره عرق میریزه و زندگیشو میچرخونه. اگه صاحبکارش سفارش شرافت و آبروی این مردو نکرده بود، همین الان میفرستادم از زندون یه چند معافخونک بخوری تا دیگه تریاک و جنس قاچاق جا به جا نکنی. اعتیادت هم پیش کشت. آقای قاضی بهش رحم کن، به خدا بلافاصله میفرستمش سر خونه و زندگیش. حال پدرش هم خوب نیست. رعایت حال شما و پدرش هم کردم، براش یک سال حبس تعلیقی نوشتم که عین سایه دنبالش بشه تا دیگه طرف اینجور کارها چرخ نزنه. چون سوء سابقه نداره از مواد مخدر چشم پوشی کردم، اما برای اون آشغالای بهداشتی که از مواد مخدرم بدتره 15 میلیون تومان جریمه براش بریدم. 15 میلیون؟ آقای قاضی ارفاق کنید، به خدا من دست بالم بسته است. خیلی ارفاق کردم آقای شیرگاهی. برادرزادتون از طریق سر اعتبار شما قرار آزاد بشه. چقدر مهلت میدید پول جریمه رو جور کنم؟ هر وقت جریمه رو بدین آزاد میشه، اما اگه دیر بشه مجبورم بفرستمش زندان موقت. اما من گول نمیخورم، فردا صبح اول وقت با همین بیلی میپسم پیش اون بابای بدبخته. باشه میرم، من مشکلی ندارم، اما نمیذارم زندگی شما به این حال روز بمونه. به قرآن پولتو پس میگیرم. کجا؟ با روح حسد من بازی نکن، پول نمیخوام. به خدا اگه پای برادرم وسط نبود میذاشتم تو هم بازداشتگاه و استخونات بپوسه بی غیرت. بذار بره به همه بگه زندگی زنم و یه شبه به باد دادم. تا کار دست برو. خودم ندادم، برو چپه مرگ تو بذار. 10 سال تو این تهرون خراب شده، هر چی ریشتیم بم بشد، چیزی دخترم به باد رفت. منصور الهی به زمین گرم بابا. بابا آقا منصور، تو ببینی تا همین الان دنبال کارت بودم. دمت گرم، گفتم حرف نزنی آزاده. نه تو بابا مردی که شارلاتان دروغ بود. یقره بلکن. چی یقره بلکن؟ یقره بلکن. آقا رو بینیم بابا. درست صحبت کنم. درست صحبت کنم. نه میخواد بس صحبت کنم. چیکار میخوای بکنی؟ صحبت کن. دست میکشی حالا دست بلند نمیکنم. گوه میخوری بلند کنی بالا کوینا. آره ببینیم بابا چیکار میکنی. بابا ما آبرو داریم اینجا. دلم نمیخواستم بیارم پایین. دلم میخواد داد بزنم. دلم میخواد داد بزنم. همه اشتباه. اصلا داد بزن. آقا دلم میخواست داد بزنم بالا. اشتباه ما آبرو داریم تو من. چرا که تو آبرو داری؟ شما بهش شما دخل نکن. شما دخل نکن. من زنگ میزنم پلیس پدرتو در بیار. زر نزن. درست صحبت کن. درست صحبت کن. من زنگ میزنم سر به دست در میارم. بزن 220. کار کنم با حالی من زنگ از خدا من رفت کن. راست میگم این منو بدبخت کرد. بدبخت کرد نیارم منو. عموی منو بیچاره کرد. آقا اینم تیاری کجا بذارم؟ بفرمه چرا گمرقی هستی؟ چطه؟ هیچی بانی یارو پسر دهاتی فک فامیل اسکندر امشب اومد در خونه خود رو داده عوار کرد، حالم گرفته است.
کتکت زده. دست کم گرفتی آقا، مادر نزایده. نه یه خورده جلو همسایه داد و هوار کرد، گفت تریاک تو کیفم بود، جنس قاچاق بود، جریمه هم کردن، زندگی عموم از بین رفت. حالا مجبورم یه عدتی برم خونه آقام. فکر خوبیه، بیا بگیر یه خط برو، حالا برمیگردم. عجب کاریه، میچسبه به سن خدا. آقا کجایی؟ همونجا باش الان میام. بیا این رو هم بگیر که دست خالی پیش بابات ننی. آقا دست در نکنم، خیلی گیر بودم، ولی آس رو کردین. ها حواظت به این پسر دهاتی هم باشه. چشم آقا، آشخالا رو ببر. چشم. پاشو بابا جو، پاشو قربونت برم، پاشو یکم غذا بخور جون بگیری. سوپ درست کردم، بفهم. من که نمیتونم اینو بخورم، حالم خوش نیست. پدر من تقصیر خودتونه، همشو شاید مصرف میکنی، چیزی واسه فردات نمیذاری. من بعد بخم کارت اصلا بر نمیاد. مگه چقدر برام میاره بابا جون؟ چیزی نمیاره به من بده. من یه حالی از این بگیرم. صفو صفو، چیزی بهش نگی جز خر میکنه. این خیلی ناز و نالکی شده. یک کاری کن، یه چیز برای من بیاره، حالم خوش نیست. بلند شو، بلند شو. وحفه آقا نادر، یادی از فقیر فقرا کردی؟ کار داری یا کاری داری؟ چی کار میتونم داشته باشم ها؟ تو بگو، جز رفع خماری آقا جونه، بفرما. خوبه دیگه، فقط آقا جونه من. نه آقا جون منم هست، اومدم بهش سر بزنم، اومدم با آقا جونم سر بزنم. منفهم به خاطر چشبری بیریخت تو اومدم. بعد اون آقا زشت زشت. نکن نادر، نادر نکن. زشت زشت. هیچ چرا نکن دیگه، نکن. یه خوردم به فکر حال من باشی. من حالم خوب نیست. به خدا داداش منم کم اومدم، صبح و شب دارم کار میکنم، آخرشم هیچی به هیچی. هرچی بیشتر میدونم دیرتر میرسم. اجاره خونه که میدم، خرج دوا درمان بابارم میدم، یعنی تایمو که میرسه هیچی ندارم، خالیه خالیم. پس یارانه هارش کار میکنی؟ اونا رو که ملک میخرم، زمین میخرم. آقا باستان جدی دارم میپرسم، یعنی هیچ جا نمیرسه؟ معلومه که به هیچ جا نمیرسه، چه حرفی آخه. منم از این وضعیت راضی نیستم. من و تو دروی یه سکه با هم باشه. ببین یه مقدار پول برات آوردن، آقا جون نبینن ها. باش باش، حالا خودت از گرفتاری داری. چه حرفی میزنی؟ بذار من فکر کنم. بذار آبجون بیکاری کردم، بذار جیبه. دست درد نکنه. همین روزاست که پولم از جهان بگیرم. اول از همه یه حال به این قلب مریضم باید بدم، بعدش هم با هم بینیم اون برا. آقا جون چی؟ آقا جون چی با ملشون؟ آقا رو در بایسی نکنی ها. بایسی سروسات رسید. بفرما دیگه، همه چی که بسید آوردیم دیگه. ببین بابا جنسش بده، گلو منو میسوزون بابا. خرمالی کمتر زندگی بهتر. بیا آقا جون بیا، اینم همش مال خودت. ببینم که دست از سر ما برمیداری. این گاو نومنشیرده ای تا حالگیری نکنی حالت خوب نمیشه.
میدونم از کجا حالت خرابه. تمام حرفاتو رو دایش بسکنه شنید. مگه بد میگم؟ مگه ارث گذاشتی واسه من ها؟ جز یه قلب نصف نیمه واسه من؟ یه چشم بارش واسه این بچه؟ بذار حرفمو بزنم. تو میدونی خرج الواتی و تریاک دست کجا در میاد ها؟ میدونی؟ کارایی که من میکنم تو هم نکردی، ولی من زن و بچه نداشتم که بدبختشون کنم. ناده همه برای کارایی که میکنن یه دلیل برای خودشون میتراشن. تو ذاتت خرابه، اگر نه چرا نازنین از این کارا رو واسه اینکه من نذاشتم. تا اگه دلت واسه این بچه میسوزه پاشو برو آسایشگاه کریزه که با بدبختی تونستم یه تخ واسه جون کنم. بذار حرفامو بزنم دیگه. قول میدم چپ و راستم واسه مواد بیارم. دیگه بیشتر از این میخوای؟ نازنینم باهات موافقه؟ بله. نازنین بذار من یه آمار بگیرم. آمار این دارو رو بگیرم. ببخش جونم. بفهم شما سامان میشناسی؟ سامان؟ کدوم سامان؟ سامی کار دارو و این چیزیست. دارو ما رو میخواد؟ دارو نمیخوام، یه رفیق هم کارش ده. خب اگه رفیق ده بهش زنگ بزن. شما رو گوشیشو نداری؟ خاموشه. نه نمیشناسم. تریپش به مامورا میخورده. بیا بریم. اتاق دست راست حموم و دشویی هم انتهای راه روست. شما اینجا سامان دارو فروش میشناسی؟ دارو فروش که زیاد هست. سامان داریم، کوروش داریم، داریوش داریم، همه رقم داریم. شما کدوماشو میخواید؟ نمیخواد، مرسی. بابا بابا این پاشو قرصاتو بخور، من میخوام برم سر کار. بابا بابا تسلیت میگم بهت. این جواز دفن پدرتونه. حسابداری هزینه‌هاشو پرداخت کنین میتونین ببرینش. آخه علت مرگ بابام چی بود؟ با توجه به سابقه‌ای که اون خدا بیامرز تو مصرف مواد مخدر داشتن، بعید به نظر میرسه که ندونسته یا ناخواسته اون همه مواد رو مصرف کرده باشه. یعنی خودکشی؟ بله متاسفانه. رحمتش کنه. واسه ما که پدری نکن. لااقل دماغت تو پیشش باشه. نمیتونم پیشش باشم. من برم از صاحبکارم پول بگیرم برای دفنش. شما لازم نکرد بری پیش صاحبکارت پول بگیرم. من میرم پیش شما پول میگیرم. یه زنگ بزن مثلا جواب تلفنتو میده. مرتی که تا لنگ زور میخوابه جواب تلفن نمیده که. بعدم تلفنی میگه میتونم ازش پول بگیرم. بمون دیگه. سلام آقا. سلام. اینجا چیکار میکنی؟ صبحونه آوردم واسه تون. میگم اینجا چیکار میکنی؟ کلید بالا در نبود. اختیار خونه خودمو ندارم. میشه حالا لطف کنی در باز کنی بیام تو؟ من که جنس خوب بهت دادم بهش بدی. آشغالی جاش گذاشتی؟ نه آقا. بگذاریم. چجوری بگم آقا؟ جنازه آقام تو بیمارستان گروه پوله. گفتم خدمتون برسم. گفته بودیم بهم یه مقدار پول برام گذاشتین کنار. واسه کفن و دفنش ازتون بگیرم. چه پولی نادر؟ من که این همه دارم خرجت میکنم.
کرایه خونت، خرچ موتورت، بریز بپاشت. 200,000 تومان که دیشب بهت دادم، 300,000 تومان که رو آینه رفتی بالا. دیگه چه پولی؟ جسارتن آقا، منم دارم براتون کار میکنم دیگه. بس بیه حساب دیگه، پاک ناامیدم کردی. آقا خیلی هم پول لازم نیست، در حد یک کفن و دفن و یه جعبه خرما باشه کفایت میکنه. حال چی شدی؟ او بابایی شدی تو؟ تو که یاد بابات نبودی؟ بیا اینو بده غسال خونه بشورنش، بعدم یه آدم خیری پیدا میشه حتما کفن و دفنش کنه. برو ببینم در پشت سرت ببن. دستاتو درست میکنم جونتا میگیرم. خانم ببخشید، چی کار میکنی تو؟ مرد حسابی تو برش میمان نگفتی تو اون ساک پاری جنس قاشق ها؟ قاچاق؟ جنس قاچاق شما از چی حرف میزنی؟ مصابت کجاست؟ برش بود تلیفون زیدی ساک من. زمینم خواب شروعش کردی؟ اونا که تریاک نبود مرد حسابی، اونا یه قرصای قهوه‌ای از افغانستان میاد، بابا این آدم میندازه تو چایش هم میزنه. مریض بدبخت. اتاقت کجاست؟ بابا یه لحظه واسه یعنی چی بنده؟ سر جون اتاقت کجاست؟ نخواب بابا چه خبره؟ اینجا رو بازشی رو سره من اگه باشو کنم که ساعت 8 وقت یه کار دوباتون رو در ما بگیریم شما حالا بسر کرمم زندگی ما رو به هم ریختی. ها زندگی عموی بدبخت منو به باد دادی. بسر جون نکن من اینجوری، من یه روز به دردت میخورم. الان هم کردی نگاه کن باز چی بود دادی به من؟ دنبال چی داری میگردی؟ وطن میگم چی کار کنی؟ دنبال چی؟ دنبال پولم. پول؟ 15 میلیون جریمه هم کردم کلا. 15 میلیون؟ آره بابا 3,000 میلیارد توی مملکت خوردن، 15 میلیون هم جریمه نکردم. من به خاطر 25 گرم تریاکو یه نخود نشگی؟ به خاطر کثافت کاری تو اون رفیق نامرده. منو با اون قاطی نکن. به خاطر این آشغاله که میندازی به مردم. مرد هستم اینا داروهایی که مردم نیاز دارن بهش. من واسه اون مال من نیست. چرا تو میگی مال من نیست؟ بابا منو بین خودت هم خود من نیست. یا آره میگم این نازنین هرچی خانوم درست حسابیه عوضش نادر حرف تو گوشش نمیده که هر دوتا یه کار خونه انا ولی انگار اون درست آچار کشی نشده. نگران نباش خودم درستش. آره یه جور آچار کشی کن که پیچاش شل نشه. ببینم واقعا قاضی 15 تومن برای گوریش؟ آره از قاضیش رو فرم نبوده. کدومشونه؟ اما حرف تو گوشت نمیرا یه دقیقه واسه ببینم. سلام دوست نازنین خانم. سلام. من پسرم بی داداش نازنینم. جلال تعریف شما تو فامیل زیادش مزاحم میشه. از نازنین خبر ندارین؟ مگه شما نمیدونین چی شده؟ نه چی شده؟ امروز صبح پدرش فوت کرد. رفتن به زهرا. خیلی هم آقایی. میگم خیلی هم آقا بود خدا بیامرز. لب به سیگار نزده بود این آدم. ورزشکار موزیسین؟ من از کجا فهمیدم؟ هیچی، یه کار چاپی داشتم رفته بودم فروشگاه نازنینا، اون همکارش گفت که آره و اینا خدا بیم. آقا دوتا هم از شما برداشید، ما هم دیگه راه افتادیم اومدیم اینجا دیگه. ببینم تو الان کدوم قطعه ای؟ دوتا هم از شما برداریم ببخشید خدا بیام. کدوم قطعه؟
قد جدیدا میشه دیگه. اومدم آخه بمیرم الهی، این بنده خدا از بس سرنزه هم قبلش هم به این رفته. بابا اینجا نکن، آب در کوزه و ما مرد هستم. شما دوتا ورداری مرده ها خدای نکرده گازت نمیگیرن و اوف میشه، تیغ داره نه؟ بریم آقا جون. ببین فکر چرت و پرت به کلت نزنه. خیلی هم آقایی مرد هستم، تهش انقدر جا میخوایم بخوابیم. بیا آقا سلام، تسلیت میگم، خدا بیامرزدش. برمونم اینقدرم که گرم گلا پوسی. داشت شده، تسلیت میگم. دادش لطف کردیم، نکرد وظیفه هست آقا کوچیکتم، خدا بیامرزدش. راستی این پسر اومده میخواد شر کنه، تو فقط آروم باش دیگه. برای چی برداشتید آوردیش اینجا؟ آقا باز خودش کنه یه سونامی، حالا داستانش بهت میگم دیگه. بیا شر نکنم. آقا منصور میخواستی تسلیت بگی؟ خدا رحمت کنه، خدا رفتگان شما رو بیامرزه. یه دقیقه بیا گم شو، بیا این بشه جلوی خواهرت زایت نکرده. چی کار میکنه؟ میشه دارم با هم صحبت میکنم. اینجا که دست من نیست که دادش بشه. بس چیلی شب در رفتی ها؟ بابا یقره بلکن زشته، یقره بلکن. صحبت نمی کنن ها؟ چرا شاکه میگه؟ چرا خبر فوت بابا تو من نگفتی؟ رفیقن دیگه، من ناراحت میشم. پول منو بده. حالا درست شما دیگه. آقا دیگه بابا بس میگم اینجا جاسته. چی کار داری میکنه؟ برا دیگه، برا. میگم سیاه پوشم، میفهمی؟ بابا میگم سیاه پوشم. پوله منو بده. مرخک سیاه پوشی. تو دست از سرش بر نمیداری؟ من چرا دست از سرش بر نمیدارم؟ بخاطر گوهکاریه این آقا من تا دیشب بازداشت بودم. خب چه حقی به این داره؟ رفتشو میخوای؟ یه پرونده واسم درست کردن این هوا، وقتی بردمش کلانتری حقامو گرفتم اون رفتشو میفهمی. چه خط نشون میکشی؟ چقدر بهت بدم بری پی کاره؟ 15 میلیون نراتی بچه داتی، فکر من داتیم؟ 15 میلیون واسه چی بهت بدم؟ قربون دهنت، من همینی دارم میگم دیگه. میگه 15 میلیون منو جریمه کردن. بابا قاضیش ترمه یکم باشه همچین کاری نمیکنه که. ببین بابا شاید 15 میلیون ریال بود به خاطر اون قرصای تقلبی که تو کیف تو بود، به خاطر اون جنسای آشغالی که میدادی مردم باش نشه کنی، به خاطر اون ترکه ایش سازه داد به من. عزیزم اونا که میگفتن اون قرصه چی داره میگه این نده؟ ترکه چی؟ از چی حرف میزنه این؟ چی داره میگه این؟ نه بابا چیزی نی نزنی. با تو میگم این چی میگه؟ تریاک چیه؟ تو چه غلطی میکردی؟ بشین ببینم. خیلی هم آقایی جواب منو بده. من چی لال شدی؟ پاشو کجا نده؟ بلمو کن بابا. نده نده کن چیزی نی سب کن ببینم. اگه بگیرد من چه خاکی تو سرم بکنم؟ بایستا ببینم نادر. نادر با تو هم آبروی هرچی مرد مردی نادر، اینقدر به اون پیره من سرکوب زده که خودکشی کرد. آنو خواهد شدیم همت فروش؟ چجوری درست این کارو بکنی؟ با این بدبخت چرا این کارو کردی؟ با این سوی پیشینه که بش درست کردی دیگه جمع بخورو بش بس بسته دیگه نازنی؟ چقدر زخم زبون میزنی؟ این داره چی حرف میزنه؟
نازنین چیزی نی. خب اینم راست میگه دیگه. بابا این طفلی بیچاره هم نمیدونه اون جهان نامرد چی بارش میکرده دیگه. آقا هنوزم دیر نیست. جهان خربوزه خورده پای لرزش هم وامیسته. فردا شما اول وقت میرین پول عمو یه زنده میکنین ها؟ آقا حله. حله. حل شد. کی زنده میکنه این؟ صبح رفته واسه کف و نفر بابا یه قرون پول بگیره تو هم که دستش ننداختن. تو چقدر ساده ای. طفشو نازنین. با ما هم چیزی. ناده؟ مامان، ناده؟ ببین، آقا میرین اونجا، جلوش کم نمیاری یا دست از پا دراسه برگرد به من گیر دین سری من چکید میکنم و منم نمیام جای گیرم، خب؟ خیلی هم آقایی ناده، ناده درست واسه دیگه بابا واسه ناده، او، بچه بازی چیه؟ دلم میخواست سامی، مونده بود همین چون چک بقا برینه تو زندگی ما باید من ببخشید من بعد از ظهرم خیلی بد بود نفهمیدم دارم چی کار میکنم تسلیت میگم باش حرف نزدی؟ نه باش ببین چیز این نیومده نیستش خب وای میسیم بیاد چون که وایستادن نداره تو بعضی واسط گیرش میاد وای میسیم بیاد دیگه بریم بابا اینجا وایستادن نداره بیا بریم بریم سلام آقا جان، سلام خانم باز چی اومده اینجا؟ پسر روزگارم سیاه کرده آقا این موی دماغ میمونه از صبح تالا پدر من در برده باز چی اینو آوردی اینجا؟ آقا تلفن دیگه جواب نمیدی شرکت هم که نبودی چی کارش میکردم؟ میبردمش سینما؟ حالا جریمه شقت هست 30 تومن یعنی 30 میلیون یه جوری ردش کن بره چیه؟ یه دقیقه وایسا زبون به دهن بگی دارم میام دیگه بیا ببینم این کارو نکن بابا این وایسا دارم کارو دارم چه من خرم ها خرم آقا من درستش کنم آقا دیوونه است به خدا میزنه ها یواش یواش بابا کتم افتاد ببینم آقا این دیوونه است فشو زر بزن بابا کتم افتاد زر بزن دادو به من یواش قفشو یواش آقا این زبون حالیش نمیشه میزنه چه کسافت کاری اشغالش مال تو باشه بدبختیش مال من پول منو بده الا همینجا ماشین تو آتیش میزنم هلا آقا این زبون نمیفهمه پول بده بره بگو یواش تر قفشو 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 بیا بگیر برو چیه صدقه داری میدی به من صدقه داری میدی به من باقیشو ببینم باقیش چی الان کمرام ندارم فردا بیا دفتر بفرستم بشو تو ماشین برو عقب عقب خیلی خوب باشه هر وقت باقی پولم آوردی ماشین تو میگیری فهمیدی خیلی خوب یه پای میرم یه پایی آقا جان حواست به این موتور ما باشه نبرنش ها بدبخت میشن این کارت یادم نمیره نادر میبینمت این خوبیرا دیگه کی بودن جهان بزن به چاک یعنی کی بزن به چاک مگه من علاقه تو هم وقتی میگم بزن به چاک یعنی بزن به چاک زندگی مال منه زندگی مال منه
چیه؟ خیلی سرحالی. من هم فهمیدم گریه کنم ها. بابا پول نمیخواستی که گرفتی دیگه. فردی که ماشینشو پس دیدی ما بقیه پولم میگیریم. یه ذره حال کن، یه ذره اخمتو وا کن. آره. تمام این چیزایی که گفتی انجام بدیم، تازه من برگشتم سر جای اولم. چی میگی تو؟ من دلم بدن باید به چی خوش باشه؟ واسه چی باید بالا پایین بپرم؟ ببین ما بقیه پولو بگیریم، میزنیم تو کار سکه، دلار، ارز، دارو، هر چی که از توش بشه پول درآورد. خوبه؟ یعنی بعد این همه بدبختی که کشیدم، این همه بیچارگی که سرم اومد، آخرش بیام بشم اینجا دلال، واسطه، رابطه، خلاف. یه داری جا میزنی ها؟ داری جا میزنی. من نگاه کن. این نگفتی هر کاری تو ترون باشه انجام میدم تا پول در بیارم ها؟ چرا گفتم؟ آره گفتم. اما اینو بهت نگفتم که من سر سفره بابا می چیزای دیگه یاد گرفته بودم. اون یه حرف دیگه ایه. ببین این ماهو میبینی؟ خب من هر شب نگاش میکردم وقتی خونه بودم، هر شب، حتی شبایی که نبود. این همون ماهه ها، اما من دیگه اون منصور نیستم. تموم شد. چیزایی میگم به تو بابا. پاشو بریم. پاشو بریم من پولی اموار بدم خیالم راحت شه و یه نفسی بکشم. میگم شیش ماه دنیا مایی تو. چرا؟ ببین آقا جان که فردا تا زور دفتر نمیاد. دم زور میریم ماشینشو بهش پس میدیم. ما باقی پولا رو میگیریم. یه جعبه شیرینی میگیریم. پولی یه کاسه میکنیم. میره خونه عمو. منم همه چیز براش توضیح میدم. بله؟ بله؟ ها؟ چه میدونم بابا. تو تا حالا هر چی گفتی ما اون گفتیم چش. بریم. بجون بریم. یه جعبه برن سرخوشی بود. مهندس یه چیزی هم باید واسه نازنین بخریم. بجون. آقایید سلام بر خوبان لعنت بر کرگدن. خیلی هم آقایی تو خیلی آسه نه من ستا بودیم من فکرم خیلی هستی مادم سلام یواش وای وای این نشکسته باشه من دسته به این داروی ایز بود کش شد بگیره شکر گرم دست چکار آقا سلام سلچانی میخوام پله بیام نه خیلی خیلی هم آقایید شما چی میذارید انقدر گنده اید؟ ویتامین چنار میل میکنید؟ آوردینش و نوکر آقا جوانم هستی؟ میدونی چیه؟ اینا قرصهای ترک اعتیاد آور. اینو تلفنی هم میپرسیدی من میگفتم و نیاز نبود. سوال بعدی ای جواد درست حسابی ندی دکتر بیدم همشو بخوری همشو؟ آقا جوان در جریان هستید اینه 180 تایی یا؟ آدرس خونه پدر نادر رو میخوام خب این که حل دیگه فقط یادداشت کنید یه وقت آقا یادش نره بهی صحرا قطعه 375 ردیف 47 قبر 32 بود یا 23 فقط تلفن نکشیدن آقا فوت کرده آقا گوش کن بره اگه بخوای نمک بریزی همش میدم بخوری به اضافه قوتیش که حسابی اووردوز شد نه چشش حالا به این بگو ببینم خونه نادر و نازنین کجاست آقا به جان اینا که به غیر از اینا هیچ کی رو ندارم آقا من فقط محل کار خواهرش بلدم اتفاقا تلفنم داره باور کن چون راست میگم به جان آقا جهان گردن داداش آقا آقا جهان ما رو دوست داره دیگه آشا دکتر بده جلو خیلی هم آقایی جانم
ببینم این دسته دوچرخ ها تو دوست داری؟ بلا شما را اذیت میکنه؟ دکتر میخوام ببینم داری ما رو میچرخونی؟ به جان ماشینت قسم نه آقا، اصلا میخوای زنگ بزنم من نادر مستقیم آدرس رو بگیرم؟ جدی میگم، خب منم دلخوشی از نادر ندارم و به جلوی داشبورد ماشینت قسم اگه آدرس خونه باباشو داشتم یه راست میبردم اونجا، به اتفاق نادر یه کتک مشتم از شما میخوردیم، لذتش هم میبردیم، چون خوش دست میزنیم میگم. و آقا رد نکن، اینو باید اینو چپ چپ. اینو محل کار خوارش همینجا. آقا الان شما صلاح چی میدونید؟ دستور چیه؟ تو باش برو بالا. بالا بخوای کلک بزنی این دست دوچرخه‌هاتو با دودمانت به باد میدم. من خودم و این دست فرمون در رکابتیم. دست بنده آقا میگه بریم پایین. بریم پایین آقا. آقا ببخشی پشتم به شما استاد. بلوم شده ای بابا اصلا طبقه بالاست. بیا آقا بیا بیا اصلا خودش آمد. بارا بینه بابا آشغال عوضی. الو نازنین بودو بیرون، بودو بیرون که قابمون سزاریان کرده اونم پنگولو. خوشی بر چی کار میکنی تو؟ الو دیدمه. ببین حالا میگم داستان چیه، کاری که میکنی تو مقام فیر بخور باشه. تلفون زنگ میزنه اگر اینه اونا زنگ تلفن جواب بده دیگه بابا میبینی که خواهی نقشه من بود. بگو مسئله بلش کنم.
برش کنه ایدونو قلبش مریضه. آقا جان تو رو خدا، آقا جان تو رو خدا رو برش کن. برش کن داداش، داداش خوبی؟ که زمان تو این مریضه آشقانم. مطمئنی با مرد دواتون شد؟ این جای ناخونه مال مرد نیست، مال نامرده. داداش خوبی؟ بهترم. بیا بخور. ببینم دیگه دست در نکنه. بیا زد تلفونی کردم که ویروسی نشه دیگه. این قرص هم بزن. جان تو مسکنه، خودم الان میزنم. تو چطوری؟ بدبخت و بدجور زدن ها. تو خوبی؟ خوبم. تو چی؟ من کاش من بودم، کاش من بودم. من بودم نمیذاشتم درو بکنن دیگه. یعنی درو شاید میبستم. با در یه کاری میکردم. اگه من بودم درو آقا منصور. سلام، کجا میری؟ دارم میرم کلانتری، خسته شدم دیگه. شما الان حالتون خوب نیست، احتیاج به استراحت داری. برای جنگ و دعوام همیشه وقت هست. اتفاقا دارم میرم که جنگ و دعوا رو تمومش کنم. ازش من دیگه چیزی ندارم که بخوام واسش بجنگم. جهانه، خب جواب بده ببین چی میگه. نادر صف کن، صف کن. این باش را بیا، این دفعه نوبت ماست. سلام آقا جان. وضعت اینقدر خوب شده که تا لنگ زور میخوابی؟ از بیکاری بهتره دیگه. مرمون گردی سر کارت؟ اگه حقوق مزرش کتک و فوش نباشه چرا که نه. از اون پسر دهاتیه چه خبر؟ فرستادنش رفت ولایتش. فکر کنم خوب ادب شد. بالاخره دست از سر من برداشت. ماشین بار آورده. امشب پارک میکنه. مادر. میری بیاریش یا خودم برم؟ کجاست؟ تا جواب مثبت ندی و خودتو بدهکار نکنی چیزی نمیگم. این نمیشه، رفاقتی بین ما مونده. من تا این دفعه نقد میگیرم. تو کارتو درست انجام بده، پولتم نقد میگیری. همون جایی همیشگی. ساعت 11 یه ون نقره‌ایه. شب ساعت 11 جای قبلی. خوبه. من امشب واسه پولش میکنم.
ببینم تو واسه چی بلند شدی اومدی ها. خب معلومه نگرانم، نگران داداشم هم یه حرف میزنه. سلام آقا جان. سلام آقا، همه جعبه خالیه. عیبی نداره، ماشین رو بردار بیار. خیلی خوب، باشه 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 باشه، ماشین رو میارم. باشه ماشین رو میارم. خداحافظ. بیا بیرون، بیا بیرون، بیا بیرون، بیا بیرون. چی تنهایی رفت؟ چی کار میکنی آقا جان؟ باشه دیده چی کار میخوای بکنی؟ دستت موازه باش. بزنی بزن سامی بیاد. زمینه باشتا آده گفتم ببینم ات. دارو رو سریعتر فراهم کنید، کمیاب. خدا کنیم باشه. چرا این وانه میکنه؟ مرد نستم یواشتر. بلال احمر نایمدیم که داریم قاچاق میکنیم دارو بگیریم. چه خبرتونه؟ مگه زاهو آوردین؟ بابا سامی هم سامی دکتر یه نسخه آوردم از مریض اورژانسیه. نکن بده بیا مایی. مرد نشون این داره. سلام علیکم آقای سی. باز اومدی کلا سرم بذاری. خیلی هم آقای، کلا رو که خود گذاشتی اومدی ما ورش داریم. بیا بریم. بیا برو خیلی تابل اینجا برو برو. سلام علیکم خان. این چه مرگشی؟ یک ساعت ما رو گذاشته سر کار. نخود برداشتی چه خوب شد. آقای هوا
چه غلطی داره میکنه بده؟ میگم یواش دیگه بابا این داروها رو چال میکنه الان مرحله نبش قبر بود یه ولی کاش که اونجا رو هم باهاتون بودم آه عمو چکار میکنی تو ها؟ من گفتم نگو دهم اینجا باشی. بیا کمین الان میگم رفیقم مریضه داره میمیره. ببینم سامی این از کدوم رودخونه گرفتی؟ خب بابا راست میگه دیگه. هی این بر میری اون بر میری. اورانیم قلی نمیکنه که. بچم آقا. چش میجامونم. بفرما. دو میلیون و 200,000 تومان پول میشماری. دارود منتظره. بگیر. بده بهش آقا. بگیر اصلا چیو میزنی؟ بعدش بگیر. بیا. بیا. بگی تا نماردی بگیر راست میگه پد لبه گوره دیگه بیچاره تو گورم بری تا پول ندی این خاک رو تو نمیرسه این چقدره 800-900 تومن برو بابا میخوام با چکلک بزنی نه جان تو بابا رفیقم مریضه داره میمیره بقیهشو فردا بهت میدم دیگه من نقد معامله میکنم به مریضتون میگی نمیره تا برید پول با تو من بیاری بابا نادر رفیقم بیمار بابا سامی بجون چی کار میکنی؟ بسواره بودو بری بودو بری بودو نه اینی هم آفایی محسوب نازنه من دیرو مردم من دیرو مردم من دیرو مردم اونم مادر Oh, my God.